أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومعلمنا ومقتدانا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. آمدیم روی باب تجوید و تعریف تجوید از زبان محمد ابن الجزری. میگه و الاخذ بالتجوید حتم لازم، یعنی گرفتن. اخذ چی میگن؟ گرفتن یعنی عمل به، یعنی عمل کردن به تجوید، یعنی مراعات تجوید. البته تعریف تجوید لیست الحمدلله همه میفهمن. تجوید جواد جواد اشتباه نکردیم ما، شما صرف نه ولد الحمدلله. تجوید معنای چی؟ خود تجوید در لغت معنای نیکو گردانیدن و تحسین نمودن. و در اصطلاح علم قاریان چی میگن؟ احسن ادا نمودن هر حرف از مخرجش مع مراعات صفاته حقه و مستحقه. اما ترسنه؟ بل آلم ایجا میگه که والاخذ بالتجوید حتم لازمون. خدمت دوستا برس برسانیم که ما دائما نکتایی را که میگیم همه جانبه است، تکبودی نیست که از آدرس یک مذهب صحبت شود. ما از آدرس دایره اسلام صحبت میکنیم، علمای اسلام همه، یعنی علمای بزرگوار. معنای تجوید اساسیش میگه ان سئل الامام علی کرم الله وجهه، میگه از امام علی پرسان کردن مل معنا ورتل القران ترتیلا، کف ترتیل اداء الحروف وحفظ الوقوف. باز میگه التجوید الحروف وحفظ الوقوف. لذا ما هر دوی زیرا جمع کردن میگیم که ترتیل یعنی التجوید الحروف. میشه تعبیر کرد که ترتیل یعنی تجوید الحروف. و تجوید به معنای چی؟ خود شما فرموده که ادا کردن هر حرف از مخرج هست. و در تعبیر لغویش هم چی گفتن شما؟ جود جود تجویدن حسن یا حسنو تحسین اگر یعنی والاخذ بالتجوید حتم لازم، یعنی فرض علیکم یقرا القرآن بالتجوید، یعنی فرض شده بالا شما قرآن با تجوید خوانده شود. اما با دلایل میگه اینا و کدام دلیل. خوب دوستا دقت بکنن که یک کمک بحث قبلی نیست، بحث ما یکم وسیع تر است. دقت بکنیم که میگیم والاخذ بالتجوید گرفتن تجوید یا عمل کردن به تجوید یا قرآن با تجوید خواندن حتمی و لازمی است. اینجا میگه من لم یجوید القرآن یا قرآن آثمون. اردوش آمده غیر محموز آمده و محموز هم آمده، یا قرآن یا قرآن اشکال نداره. من لم یجوید القرآن آثمون، هر کسی که تجویده، هر کسی که با تجوید قرآن نمیخونه گناهکار است. آثمون باز بفرمایید. من میگم خدمتان خدمت شما عرض برسانیم که میگه در دستخط خود ابن الجزری در استانبول، استانبول البته باید عربی استانبول میگن به حرف طا، استانبول میگن، میگه در اونجا در کتابخانه استانبول با خط ابن الجزری باز یصحح قرآن نوشته است. فرق بین یجوید و یصحح چیست؟ زمانی که میگم یجوید به معنای ازید که تمام احکام باید مراعات شود، تمام احکام چی شود؟ مراعات شود. بازده ایجا جناب دکتر ایمن سوید میگن نه شما بالای مسلمین زیاد کش نگیرید، مردم عام داریم که کل تجوید خدا خرید مراعات کردن نمیتونن. و مثل قاریا یک قسمت شو جوادش بالای اهل فن بگذاری، اهل متخصصین، قسمت دیگه شد با کی؟ بله اعوام الناس بگذارنش به خاطر سختگیری نشه. اگر دقت بکنن دوستان ما یک لحن جلی داریم، خوب دقت بکنن، یک لحن جلی داریم، یک لحن خفیف. لحن جلی به معنای چیست؟ مثلا ما از جهت اعرابی قرآن میخونه میگیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. بله یا فکثرکم میشه فکثرکم، حرف ثا تبدیل میشه به سین. اگر فکثرکم بگویم خب به معنای کثرت و زیادت میگه، فکثرکم بگویم به معنای شکستاندن میگه. یا عصا به معنای چی؟ بسین. عصا به معنای چوبه دست. ما میگیم که الحمدلله رب العالمین، یا الحمدلله کد الحمدوس یا الحمده، الحمدلله. این لحن جلیس که همه میدانن، لذا اینی جمعه یو صحیح هست. شما میگه قرآن تصحیح بگو یعنی لحن جلی نزنه، تبدیل حروف نکنه. اگه متوجه باشین علمای بزرگ ما، مفتیهای بزرگ و مراجع تقلید هم میگه شما در قسمت حروف متوجه باشین که حروف تبدیل نکنه که باز بله. تغییر در کلمه همه، تغییر در کلمه همه، تغییر در معناست.
اعراب هم همچنان اگر بگیم انعمت علیهم یعنی خدا روزی میده با اونا، ته چی است انعمت؟ انعمتو اگر بگیم ته متکلم میشه، یعنی ما روزی داریم اونا را. لذا از این خاطر این لحن جلیس میگه یصحح بالای از او اشخاص هستن که لحن جلی دیگه نباید داشته باشن، اما لحن خفیش احکام امثال از این که غنه حکمش کامل گرفته نمیشه، اخفا گرفته نمیشه، مدها کم کم میشه. لذا اگر ما یصحح بگویم به خاطر عوام الناس یک فرصت برایشان دادیم که شما لحن جلی چی نکنین؟ مرتکب نشین، کلمات قرآن صحیح بخونین، مخارج حروف که خیلی مهم است با صفاتش. خب صفاتش هم مهم است، بین صاد مثل پیشتر گفتم که اگر سین بگویم البته هر سهش از یک مخرج ادا میشه، حرف صاد سین زا تفاوت اینا بین صاد سین در چیست؟ در صفاتش است که میگم حرف صاد مستعلی است پر ادا میشه و مثلا چی است؟ مطبقه است، همین صفات است که متمایز میشه که مثلا این عصا نیست، چیست؟ عصایی که با عصا آمده با صاد آمده، دقت کردین؟ یا فکسرکم، حرف ثار اگر ما مراعات نکنیم فکسرکم با سین بگویم طبعا فساد در معناست. احسن، مثل کلمه الصمد و السمد. حالا ما میگیم که من لم یصحح القرآن قرآن آثمون، ایجه راسته دیگه آثم است. یک نفر بیا بگه انعمتو علیهم و بگویم بور اشکال نداره خیره، نه دیگه نمیشه، باید قرآن حداقل من حیث مسلمان قرآن باید صحیح ما بخوانیم دیگه. صحیح خواندنش اینی میست که تغییر در حرف نیاریم و تغییر در زمه و فتحه و کسره. پس شد من لم یصحح القرآن آثمون. چرا آثمون؟ دلیل چیست؟ بعدش در ابیات باش ما میگن دیگه لانه به الاله انزل، ایر خداوند با تجوید نازل کرده. اما تو راست اگه ما دقت بکنیم مثلا در زبان نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و سلامه کلاسای یا صنوف درسی قرائت قرآن بود که شما باید قرآن اقرا القرآن کما انزل، یا در حدیث که روایت میکنه حضرت امام محمد باقر از کی؟ از جد خود رسول خدا صلی الله علیه و سلام میفرمایه که بینه و تبینن، شما قرآن آشکارا بخونین، بینه تبینا ولا تهزه هز الشعر، شما با مثل الشعر قطع قطع نخونید، ولا تنثره نثر الرمل، چی نکنه شما با مثل امیری که دمی بیابان نیست پاشان میشه، مثل از او حروفایشه همین کلمات پاشان نکنه شما، ولا تنثر نثر ولكن فزعوا قلوبكم القاسيه، بلکه شما قلبهای قاسیتان نرم کن توسط از این. اما در اخیر میگه ولا يكن هم احدكم اخر السوره، اما توجه بکنید که مهم بر از این نیست که ادمان یک سوره رو شما چی کنید؟ تا آخر بخونید و برسانید. همین هم بقیم همین باشه، بعضی ها در مجالس میشینن میگم یک جز چه رقم شد که خونده شد و قرآن باز ختم شد که دیگه برنامه شد، نی پاشان کرده حروفایشه، نی قطع قطع خوندن مثل که در قرائت های امروزی متاسفانه وجود داره. خب این حدیث بر حسب همیست که میگه ولا تهزوا هذا الشعر، ما مثل شعر قطع قطع نخونید. ببینید یگان تو صدای خود یک رقم میسازه، باز یک قطر یک رقم میکنه، یک قطر دیگر رقم میکنه، ترعید و ترقیص است کاملا در قرائات اینا. میگه لانه به الاله یعنی خداوند با تجوید نازل کرده انزل و هكذا منه الینا وصل، اون متوری که نازل کرده برای ما رسیده. البته ما داخل در بحث تفسیری نمیشیم، اما از جایی که علما میگن، علمای تجوید میگه ان القرآن برای ما رسیده، اینو دوستا دقت بکنن، منطوقا و مکتوبا، مکتوبیش وقتی که وحی میمد برای نبی مکرم اسلام ختم مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم کتابت میکردن کتاب و وحی، کاتبان و وحی، منطوقش نطق شده است در عین حال که وقتی این کتابت میشد نبی مکرم صلوات الله علیه و سلام میخواندن. واسه اونجا میگه ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه، ولا تعجب القرآن، عجله نکن ان شاء الله حفظ میشه، خدا میگه ما در قلب تو ایده چی میکنیم؟ جاگزین میکنیم. لا تحرك به لسانك لتعجل به، عجله نکن، ان علينا جمعه وقرانه، يا قرانه، فاذا قراناه وقت قرات میکنه جبريل فاتبع قرانه، چیزی که میخونه شما خوانده بره. پس مشخص میشه در کنار ذکر کتاب وحی برای پیامبر صلوات الله و سلام نازل میشد، خودشان کتابت میگفت کتابت بکنین چیزی که برای مناظر میشه، بعدشان نطق میشه. اما ترس نید؟ این حال ما میگه از دو طریق برای ما رسیده،
مکتوب و منطوق. خب کسایی که نابینا هستن کفیف هستن، برای اونا مکتوب رسید یا منطوق؟ احسن، منطوق رسیدنه. اونا شنیدن، نطق شده برایشان، حفظ کردن قرآن عظیم الشان. بعدش چی میگم؟ و هو و هو ايضا حليه التلاوه. متوجه باشین میگه باز به تجوید که میخوانین حليه در تلاوت شما. حليه چی میگه؟ لكل شان حليه و حليه القران الصوت الحسن. دوستاتنا در بود تجوید یگان این احادیث هم حفظ داشته باشن. بسیاری تجوید میگه از روی کتاب خوانده میره دیگه، نه حدیثی چه میگه نه آیه قرآن رب میتن، در جلسات خود آیات قرآن رب میتن. تاکید دارن علمای تجوید ما میقاریا باید تبحر داشته باشن در این موضوعات دیگه هم. بحث خود مفاهیم قرآنی است و رب دادن خود آیات است با خود استدلالایی که ما شما داریم. یعنی تنها به این اکتفا نکنیم که فقط ما صوت خود زیبا بکشیم و فقط نشان بدیم ما صوت زیبا داریم. این بسیار کار نیکه، کار خوبه، اما در کنار از این باید از مفاهیم قرآن هم و از تجوید تخصصی هم باید آگاهی ما داشته باشیم. اینجا میگه که و هو ايضا حليه التلاوه، یعنی حليه امو زیبایی و زیور میگن. لکل شین حلیه و حلیه القرآن یا صوت الحسن. هر چیز به خود یک زیور و زیبایی داره. زیبایی قرآن چی است؟ صدای زیبا. بله. ثلاثه یذبن الحزن. یادم اومد یک منقول است، حدیث نیست. حالا بعضی هم این حدیثه، ما البته در کتاب حدیث نخوانده میره. ثلاثه یذبن الحزن، سه چیز است که ناراحتی رو دور میکنه ازت. الصوت الحسن، الخضراء سرسبزی و الماء. در جمله اگه دقت کرده باشه صوت الحسن هم آورده. ثلاثه تا یذبن الحسن، الصوت الحسن، الماء والخضراء. صوت الحسن و هو ايضا حليه التلاوه، می تجوید زیبایی در تلاوت ما و زینت. خب یک نکته دیگه خدمت اجازه بردارم، ما الفرق بین التلاوه والقراءه؟ گفته بودیم در جلسات، در جلسات دیگه گفته بودیم. کسایی که نگفتیم چی از بین تفاوت بین قرائت و تلاوت. تلاوت تنها مربوط قرآن میشه، اما قرائت مربوط کتب دیگه میشه. کل تلاوت قرائه و ليس كل قرائه تلاوه. متوجه شدید؟ لذا کل تلاوه معنی اینه که ما هر سوره رو میخوام تلاوت کنم، میگم قرائتم کرد اشکال نداره.